قشنگت لونه کرده. منظورمون اینه که جامعه باید در حالت قرار بگیره که بدون هیچ اعدامی صورت نمیگیره برای افراد زیر 18 سال. هیچ اعدامی، هیچ اعدامی. دو تا چشمون سیاهت مثل شبهای منه، سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه، وقتی بغض از مجام پایین میاد بارون میشه. آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟ منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه دفاع نکرده است؟ از کدام منکر میخواهید نهی کنید؟ به کدام معروف میخواهید امر کنید؟ منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه دفاع نکرده است؟ از کدام منکر میخواهید نهی کنید؟ به کدام معروف میخواهید امر کنید؟ ای شکوفه توی این زمونه کرده، چی بخونم جوونیم رفت، صدام رفت تو دیگه، گل یخ توی دلم جوونه کرده. I'm worried for my friends in prison, Baha'is, political activists, and another prisoners, human rights activists, yes, special attorneys. حقوق کودک هم دولت مسئول اجرای مفاد تعهدات بین المللی از جمله این کنوانسیون هست. اما اینکه حالا چرا دولت ایران اجرا نمی کنه، این سوالیه که ما هم از دولت ایران داریم. قمیونه دو تا چشمون قشنگه مونه کرده، شب تو موهای سیاهت خونه کرده. For 50 years I am in the women rights issues and fight. سیاهی های دو چشمت مثل غم های منه. In this particular case, yes, I am all for supporting the people from within and having this regime crumble, because it's the worst thing that's happened to our country in 30 years. ما در حال این پیام رو برای شما میفرستیم که شما شاهد سرکوب خشونت‌بار جنبش حق‌طلبانه و مسالمت‌آمیز مردم ایران برای دموکراسی و آزادی هستید. Khomeini ordered that all legal system must be according the Sharia law. And they said that everything is against the Sharia, against Islam. And then I could understand that Islamic penal code is very, very violation of human rights and women's rights. During my job, during I was working as lawyer. من ازشون حکم خواستم و اونا از من کارت خواستن. خیلی جالبه. یعنی اونا وارد خونه من شدن و در اول اونا از من کارت میخواستن که من ثابت کنم اینجا منزل سمیه رشیدیه. همین وسایل شخصی منو بردن و روز شنبه در واقع برم برای چیزی که اتهام کردن نمیدونم چیه. و اصلا چه دلیل خونه من ریختم، وسایل منو بردم و خب شنبه هم رو اصلا ساعت مقرره که اعلام کردم و چیزو داشته باشم و یعنی که بکنه جا بکنم.
علاوه بر همه این مسائل پایه‌ای، دادگاه‌های ایران نقش بزهدیده و تحریک بزهدیده رو در ایجاد جرم نادیده می‌گیرن. در کیس‌های متعددی قاتل به دلیل تحریک مجنون علیه دست به ارتکاب جرم زده بود، ولی دادگاه همه اینها رو نادیده می‌گرفت. سیاهی های دو چشمت مثل خمهای منه، زندان دارن. That is what drives me. شکنجه میشن، این به من نیرو میده. That is what compels me to carry on with this fight. باد میبره دو تا چشمام، بارونه شبونه کرده. توی کتاب مقاومت مبارزه زندگی مال میشل بنسایق که یک مبارزه دورگه فرانسوی آرژانتینی هست، یه بخشی از نامه یک زنی هست که میگه که من مورد تجاوز قرار گرفتم و خیلی مدت‌ها به این فکر کردم که آیا من این رو بگم یا نگم. بعد فکر کردم اگر این فقط تجاوز به من به عنوان یک من تنها بود، خب صرف نظر می‌کردم. اما این تجاوز به زنانگی من هست و من هرگز در مقابل اون نمیتونم سکوت بکنم. و شکنجهگر ستار در حضور مادر ستار و وکیل ستار خانم پورفاضل که اینجا هستن و قاضی اون پرونده خود اعتراف کرد که ستار رو زیر شکنجه کشتم. ستار میخندید و من او را میزدم. آنقدر زدم که ستار زیر دست من از بین رفت. این رو باید در تاریخ نوشت. در دادگاهی که شکنجهگر اعتراف می کند آنقدر زدم تا زیر دست من مرد. تا کنون پرونده اید با این صراحت برای اعمال جنایت دیده اید که شکنجهگر خود اعتراف کند که آنقدر زدم تا مرد و در پیش مادر این را بگویند؟ آنها نمی فهمند مادر یعنی چه. آنها از عشق مادرانه هیچ چیز نمیفهمند و نمیدانند با این مادر تا آخرین لحظه عمرش چه کردند. لحظه های شکنجه ستار توی پرونده درد شده و همه اون برای مادر قرائت شده و مادر با تک تک لحظه های شکنجه فرزندش شکنجه میشود. من از همه شما دوستان سوال میکنم، آیا واقعا منکری بالاتر از این هست؟ یعنی چه دیندار باشید چه دیندار نباشید، چه مذهبی باشید چه نباشید، اما بالاخره انسان هستید. آیا منکری بالاتر از قتل یک انسان وجود دارد؟ آیا کشته شدن جامعه بشری و کشته شدن ظالمانه ستار منکری قابل چشم پوشیست؟ اگر نه، پس این آمران به معروف و ناهیان از منکر طی این دو سال چه کردن؟ چگونه است که امروز در مجلس نمایندگان مجلس طرح امر به معروف و نهی از منکر را علم کرده اند، اما دو سال است که این مادر بر سر این مزار می گرید و ستار می گوید؟ چرا هیچ ناهیه از منکری تا کنون صدایش بر نیامده؟ چرا همان نمایندگان که در مجلس از ناهیان از منکر که در تشکیلات حکومت وارد خواهند شد قصد حمایت دارند، اما هیچ کس از صدای این مادر به عنوان ناهیه از منکر منکری به زشتی کشته شدن یک انسان زیر شکنجه دفاع نکرده است؟ از کدام منکر می خواهید نهی کنید؟ به کدام معروف می خواهید امر کنید؟
آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی؟ چون ستار بهشی، چون هدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار، آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ آیا منکری بالاتر از کشته شدن بیگناهی؟ چون ستار بهشی، چون هدا صابر، چون حاله صحابی، چون ندا آقا سلطان، چون سهراب اعرابی و هزاران هزار، آیا منکری بالاتر از این را جامعه بشری تجربه کرده است؟ پس چرا نهی نمی کنید؟ چرا در دادگاه ها به این قطع ها رسیدگی نمی شود؟ کدام یکی از این پرونده ها به سرانجام رسیده است؟ مال ملت را به تاراج بردن، اختلاس هایی که دیگر حتی روزنامه نگاران توان نوشترش را ندارند، حتی گوش ها از شنیدن آن عاجزند. آیا منکری بالاتر از غارت اموال ملت؟ چطور نهی نمی کنید؟ چرا هیچ کدام از این پرونده ها به سرانجام نرسیده؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟ آیا فقط موی من زن ایرانی منکر است که همه با هم بسیج شده اید؟ چرا 4000 موتور سوار باید در خیابان‌های تهران طرح بدهد که ما بیاییم و با بدحجابی مبارزه کنیم چون بدحجابی منکر است؟ اما این 4000 نفر کجا بودند وقتی ناله های مادران کشته شدگان از سینه هایشان برخاست؟ اما این 4000 نفر کجا بودند وقتی ناله های مادران کشته شدگان از سینه هایشان برخاست؟ هنوز تعطیله. خرداد ماه تهران همه جا دیده، همه مردم به چند خیابون mi chiamo Shiva Nazara Hari. Sono nata in Iran 26 anni fa. Sono giornalista e blogger e faccio parte del comitato dei reporter per i diritti umani. Mi hanno arrestato il 20 dicembre 2009 mentre mi recavo al funerale della تبعیض در قوانین موجب میشه که زنان نتونن. Legal discrimination stands in women's way. با چقدر به هدف تو رسیدی با پرداختن به این فیلم ها؟ خیلی کم، برای اینکه خب به نظر میاد که جامعه سنتی ما علاقه نداره راجع به مسائل زنان صحبت بشه. خواهی نباشم و خواهم بود، دور از دیار نخواهم شد، تا گود هست میان دارم، اهل کنار نخواهم شد. یک دشت شعر و سخن دارم، حال از هوای وطن دارم، چابک غزال غزل هستم، آسان شکار نخواهم شد، نخواهم شد، نخواهم شد.